نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه 16 ذی‌الحجه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی با تاکید بر اینکه مسئله جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام از سوی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بارها تکرار شده فرمودند، در روایت عامه و خاصه آمده که ده ها بار رسول خدا صلی الله علیه و آله تاکید بر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که اولین آن در ابتدای رسالت آن حضرت بوده است، یعنی در زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شدند. در همان ایام اقوام خیش را که بعضا از کفار بودند به منزل خیش دعوت نمودند و ضمن پذیرایی از آنان اعلام فرمودند که سوی خدای متعال به پیامبری برگزیده شدند. معظم الله در ادامه فرمودند، حضرت رسول در همان مجلس از جمع پرسیدند که کدام یک از آنان ایشان را یاری خواهد نمود که وصیه پیامبر باشد، و امیرالمؤمنین که در آن ایام 10 سال بیشتر نداشتند برای یاری پیامبر اکرم اعلام آمادگی نمودند و در همانجا پیامبر اکرم امیرالمؤمنین را به عنوان وصیه خیش معرفی فرمودند که مشرکان به تمسخر به حضرت ابو طالب گفتند که از این پس تو باید از فرزندت که 10 سال بیشتر ندارد اطاعت کنی. ایشان همچنین تاکید فرمودند پس از این واقعه که اولین مورد بود، ده ها بار دیگر هم به مناسبت های مختلف رسول خدا امیرالمؤمنین را به عنوان وصیه خیش معرفی فرمودند و روز قدیر آخرین مرتبه است که این اعلام از سوی رسول اکرم صورت پذیرفت. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه صلوات بر محمد و آل محمد در روز عید قدیر را از جمله توصیه های معصومین علیهم السلام برشمردند که برای آن فضیلت فراوانی ذکر شده است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله، من یه وقت عرض کردم مثال عرفی و اون اینه، اگر یک کسی یک باغ داره 1,000,000 گل توش هست، این باغش 1,000,000 گل، 1,000,000 خیلیه دیگه، هیچکی هم نداره انقدر گل. اگه یه نفر اومد یه دونه گل تو این باغ اضافه کرد، یکی دیگه اومد یه گل دیگه اضافه کرد، این ظهور نداره که این 1,000,000 شد 1,000,001، 1,000,002. عرض کردم از روایات برداشت میشه، صلواتی که انسان میفرسته بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به اونها میرسه میرسه. مثال عرفیش هم همین که عرض کردم، اما رفع درجه تا درجه به چه معنا باشه، یعنی نمیشه به عنوان، من برداشت ندارم از روایات که رفع درجه شون میشه، یعنی درجه شون 10,000 میشه 10,001 درجه، اینو یادم نیست دیده باشم.